سلام، امروز میخوام بهت یاد بدم که چجوری خریدهای بازی رو به راحتی انجام بدی، پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که وقتی میخواید خریدی انجام بدید، بنویسه خریدها در دسترس نیستن، برنامه فروشگاه گوگل پلی باید به روز رسانی بشه. حالا ما از کجا بفهمیم که گوگل پلیمون به روز رسانی هست یا نیست؟ امروز میخوام بهترین روش برای فهمیدن این کار رو بهت یاد بدم. فقط کافیه که وارد فروشگاه گوگل پلی بشی، بالا سمت چپ روی پروفایل ضربه بزنی، به قسمت تنظیمات بری، روی گزینه آخر درباره کلیک کنی و اینجا تحت عنوان بروز رسانی فروشگاه برای شما نمایش داده که اگه ضربه بزنی می‌نویسه فروشگاه بروز است و اگر بروز نبود میتونید بروزش کنید. خب مال من بروز بود، پس یعنی هیچ ربطی به بروز رسانی گوگل پلی نداشت و فقط کافیه که شما از یک فیلتر شکن استفاده کنید و وارد بازی بشید. حالا مشکل بعدی که وجود داره اینه که قبلا میتونستید به راحتی از طریق بازار خریداتون رو انجام بدید، ولی به تازگی کلش درخواست همکاری با بازار رو رد کرده و از اون طریق نمیتونید خرید کنید. پس باید چی کار کنیم؟ الان بهت میگم. شما هر موقع که بخواید جم بخرید، بلیت طلایی بخرید و یا هر چیز دیگه‌ای، سه تا گزینه برای شما نمایش داده میشه. اولین گزینه افزودن کارت اعتباری یا کارت نقدیه، دومین گزینه افزودن پیپل، سومین گزینه کد گوگل پلی هستش که متاسفانه هیچ کدوم از اونها اینجا جواب نمیده. در حال حاضر تنها روشی که وجود داره اینه که به فروشگاه گوگل پلی برید، در قسمت پروفایل روی پرداخت ها و اشتراک ها ضربه بزنید و سپس روش های پرداخت رو انتخاب کنید که اینجا میبینید همون سه تا گزینه رو برای شما نمایش داده، کاری با اونها نداریم. گزینه آخر تنظیمات بیشتر پرداخت رو که ضربه بزنید وارد یه سایت میشید. همونطور که میبینید نوشته روشی سریعتر و امن‌تر برای پرداخت و ما دقیقا با همین قسمت کار داریم، روی افزودن روش پرداخت ضربه میزنید و در اینجا میتونید که مشخصات کارت بانکیتون و اطلاعات دیگر رو تکمیل کنید و به راحتی خریدتون رو انجام بدید. برای اینکه کار شما راحت تر بشه، من لینک این سایت رو داخل دیسکریپشن قرار میدم که میتونید به صورت مستقیم وارد این سایت بشید و خریدتون رو انجام بدید. فقط یک نکته دیگر رو هم به شما بگم و اینکه رسید خریدتون رو حتما نگه دارید تا اگه یه روزی حسابتون رو از دست دادید و خواستید اون رو بازیابی کنید. یکی از سوالاتی که پشتیبان سوپرسل میپرسه اینه که آیا قبلا خریدی انجام دادید و رسید پرداختش از شما میخواد که بتونید به راحتی براش ارسال کنید. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید و اگه که اطلاعات بیشتری در مورد خریدهای سوپرسل دارید حتما توی کامنت ها بگید. و اگه از این دسته ویدیوهای کلش خوشت میاد و هنوز چنل ما رو سابسکرایب نکردی، برای حمایت از من همین الان چنل ما رو سابسکرایب کنید. ممنون میشم و تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.